آموزه. سینمایی؟ آره. خدا خیلی بازه بچه ها آدر خوشو رو نمیسیم آدر تو پانجر پول لگه خوشو خوشو حالا آقا ما فارابی رو گفتیم دوره تسلسل مماله میخوام راجع به ابن سینا صحبت کنم. ببین مثلا خیلی آدم خوبی بوده. طفلک داروی قلنج رو کشف کرده خودش اصلا بیماری قلنج رو کشف کرده خودش از قلنج مرده. مثلا مولا صدرا در اطراف قم که اون موقع زمان صفویه قم اتفاقا مهد تفکرات دینی بوده، به یه منطقه شاه عباس تبعیدش میکنه، میگه اصلا هیچ شهر بزرگی حق نداری بری به خاطر افکارت، نه شیراز حق داری بری نه خود قم، یعنی قم میره تردش میکنه، میره کوهستانه اطراف قوم به نام کهک. من بارها شده رفتم اونجا و عشق منم اون منطقه خونش خونه مولا صدرا. اصلا میری انگار وارد خدا میدونه، انگار وارد یه حرمی میشی، اینقدر خاصه. کجا جان به جان آفرین تسلیم کرد؟ در مهد تفکر فلسفی و مذهبی ایران، در اطراف اونجا. یعنی جهان پر از تضادهای عجیب و غریبه. ابن سینا از چی مرد؟ از قلنجی که خودش کشفش کرده بود داروش. حالا این ابن سینا یه برهان دیگه ای داره بچه ها برای این بحث وجود خدا. پس وجود خدایه که به علت العلل میرسه برای فارابی. چی میگی؟ اسم برهان فارابی چیه؟ بطلان تسلسل. برهان بطلان تسلسل. این خیلی دهمی ها ماشکشون عالیه. خیلی ریاضی دارن. خانم الان موقعی داشتم اینا رو یه سلسل بشار بشید. چهار بشید. روی تفت نگرش از فارابی بیفاید است. از فارابی. حالا میخوام به کجا میرسه فارابی؟ به علت های نگرش دوستی هستی از اون باشید دفتشیش رو بدم. بعد ابن سینا. ابن سینا مرحان وجود خداش خیلی خوشگله. میریم سراغ هم امکان که تکرار میکنم. فارابی مقدمه اول میگه موجودات جهان ذاتاً ممکنه. بطلان تسلسل. دیگه تسلسل محاله دیگه. مقدمه اول ابن سینا در اثبات وجود خدا میگه که موجودات جهان ذاتاً ممکنه. یعنی چی ذاتن ممکنن؟ یعنی ذاتن نسبت به بودن و نبودن تساوی دارن، مساویان. دو میگه واجب الوجود، معذرت میخوام، ممکن الوجود برای وجود پیدا کردن و موجود شدن به چی نیاز داره؟ آفرین. اصلا همه ممکن الوجود ها تهش به واجب الوجود به ذات میرسه. واجب الوجود، اصلا واجب الوجود ممکن الوجود رو از حالت تساوی در میاره، از حالت امکانی چیز میکنه؟ واجب الوجود میکنه، یعنی از حالت امکانی خارج میشه واجب الوجود میکنه. بنابراین نصفش میشه خدا گفتم که خدا به درد نمیخوره. یعنی درست فلسفه آمنده مثل فیزیک و ریاضی نیاز به ماژیک داره بچه. اگه تونستین جلسه بعد ما اون رو توش خانم رفت چند توش داره ولی ما نگه نگه یه سیری داریم. اول واجب وجود چیه؟ به ذاته. از این پایین شروع کنیم. همه موجودات جهان چی هن؟ ممکن از ذاتن چی هم؟ ذاتن ممکن وجود هم. چجوری به وجود اومدن؟ یه بیدم قرمز خلصه
بر اساس چی؟ آخه یک واجب الوجودی اونها رو به وجود آورده. چه واجب الوجودی؟ واجب الوجود بلغیر. این واجب الوجود بلغیر رو ته تمام رسیدن های ممکن الوجود ها و واجب الوجود ها چیه؟ واجب الوجود بلغیر؟ واجب الوجود به ذاته. میگه خب اگر که واجب الوجود به ذات نباشد ممکن الوجود ها وجود پیدا نمی‌کنند. بخون برهان ابن سینا رو خانم عیسا مقدمه اول موجودات جهان ذاتا مقابل گوش کنی اینو با هم تحلیل کنی ذاتا نسبت بودن و نبودن مساویان مقدمه دوم ممکن وجود برای موجود شدن به واجب وجود به ذات نیاز دارد واجب وجود ممکن وجود را از این حالت اصلا بیرون واجب وجود چه بلغیر باشه چه به ذات باشه که به ذات اون بالا نشسته کار خودش رو میکنه اصلا ممکن وجود از حالت امکانی خارج میکنه از حالت تساوی خارج میکنه مثال خودتون رو بزنید مثلا پدر مادر شما رو از یعنی ما حالت بسیار نطفه هایی هستن که به جنین شدن نمیرسن ممکن الوجود هایی که در عدم درسته؟ شما که به جنینی رسیدین و بعد به نوزادی رسیدین ممکن الوجود هایی بودین که واجب الوجود بلغیر که به درمدرتون بودن شما رو از حالت امکانی در واجب الوجود هم واجب الوجودی نگر واجب الوجود بلغیر نگر ازدواج کنی یک موجود دیگر رو وجود بیاری درسته؟ به همه ما در نهایت به چی وابسته ایم؟ واجب اصلا جهان رو بدون خداوند میشه ترسیم کرد در ذهنتون؟ خیلی آشفته شدیم گیاه ها مثلا اول خودرو بودن که سر اومدن اصلا کل عالم هستی کل موجودات حالا اینکه میگن حضرت نوح از هر جفتی دو تا ریخت توی کشتی و با خودش برد و پخشش کرد و این اتفاقات افتاد و بزن کنار من میخوام از یه عالمی به نام عالم ذره براتون صحبت بکنم همه ما امکان داشت که به وجود بیاییم و ما یادمونه در دوره بچگی نوزادها وقتی میخندن دقیقا در اون عالم رو به خاطر میارن خاطرات اون عالم رو به خاطر الان آوردنش کردنش عرفان کیهانی که میگن که آره ماها توی ماتریکسیم اصطلاحات اینجوری که بعدا براتون میگم بعد تو عالم زر خداوند اراده کرد وقتی عالم زر رو به وجود آورد اراده کرد که ما رو جنسمون رو از گل خراب کنه و عالم رو خلق کرد برای انسان از سرزمین های مختلف چه سرزمین های سخت چه سرزمین های آسان گل ما رو برداشت بعد از روح خودش درش دمید و ما تبدیل به موجودات انسانی شدیم در عالم زر بعد چی شد؟ حضرت آدم و حضرت حوا رو وقتی خلق کرد گفت حالا شما این بهش در اختیارتون من یه قوهی به شما میدم به عنوان قوه اختیار مجبورتون نمی کنم شما از فرشتگان برترین چون فرشتگان در حالت جبر محض دارن عبادت میکنن شما رو میتونین که از این درخت ممنوعه من میگم نخوری بعد شیطان خیلی زور بعد احضار کرد همون لحظه احضار کرد همون فرشته ها رو اینو در تمام ادیان هست همه سجده کردن به مقام انسان چون خیلی مقام تفکر داره مقام انتخاب داره مقام اختیار داره. همه سجده کردن الا ابلیس شیطان بعدن ابلیس شد گفت من نمی کنم این کارو من هزار سال تو درگاه تو عبادت کردم حالا یه موجودی آوردی که توی زمین خونریزی میکنه و تو میدونی و تو باز به من میگی به این سجده کنم شیطان رو خدا خیلی دوست داشته یعنی عاشق شیطان بود نافرمانی کرد چون در قبال آدم سر خم نکرد و تکبر ورزید خدا خب رهات میکنم تو میگی میتونی آدم ها رو از راه به در کنی باش تو هم مختاری این کار رو حضرت آدم و حضرت حوا یه فیلمی هست خب
حالا فکر فیلم صحنه داره. شما که اصلا حضرت آدم و حضرت هوا رفتن به سمت دیو، حالا سیبه، میگن سیبه گندم هرچی که هست، شیطان گفت شما بخورید، چه اتفاق آمد؟ لابد یه چیز خاصیه که خدا میگه نخورید، مثل گناه برای ما، وسوسه گناه برای ما. خوردن و به بهشت، از بهشت کجا تبعید شدن؟ رمین جانا اصلی. جایگاه اصلی ما کجاست؟ بهشت. وسوسه‌مون چیه؟ گناه. گناه. نه من قائل نیستم شیطان ما رو از راه ببره. میگم وقتی ما قوای اختیار و تفکر داریم، دقیقاً تو گناه ما میدونیم خطا است. اون دقیقاً دقیقا میگه اینجا خطاها. اصلا چیه تو برای خواهد آدم و هوا که بحثش میشه، من یه سوال دارم، چجوری از دو تا آدم که حالا هستن این همه قوم و ادیان، این همه فرشتگانی در شکل انسانی ظهور پیدا کردن که با اینا مزدوج بشن؟ خب این بشه، آره، به خاطر اینکه باید خلق شده باشه. این بحث علمی رو امیرالمومنین تو خطبه های اصلا خطبه نهج البلاغه کتاب دینی نیست، یعنی خاک بر سر این سیستم که کتابی به نام نهج البلاغه که کتاب علمی و پزشکی و اصلا جهان شناسی به عنوان کتاب مذهبی داره معرفی میکنه. شما فقط خلق فرشتگان رو اونجا بخونید. همین الان که ما اینجا نشستیم، ما میدونیم مصداق چیم؟ مصداق تجربه گره ها. میگیم چون نمیبینیم پس نیست، در صورتی که در لحظه که ما اینجا حضور داریم فرشتگانی حضور دارن که دارن من رو مدد میرسونن به حرف زدن، برای انتقال مفهوم به شما، شما رو برای شنیدن و اساسا کمک حالن، خیلی کمک حالن در لحظه لحظه. شاید این هستن ما نمی‌بینیم. ببینید حجاب داریم، خیلی از علما و عرفا درک حضور فرشتگان رو دارن. آره من شاید زندگی خیلی سخت می‌شد اگه می‌دیدم مثلا هستن. اصلا حضرت گوش کنید بچه، من یه استاد عرفانی ما داشتیم، به ما گفتش که خب ما عرفان اسلامی خیلی پاس کردیم تو دانشگاه، گفتش که شما خیلی به حضرت عزرائیل مهر ببرزید، چون یه فرشته محروم از مهر آدم هست، چون آدم ها میترسن به خاطر لحظه جان گرفتن، دسته که اون لحظه جان گرفتن خیلی قشنگ و آسانه، ما نمیدونیم. من هر وقت دنبال جا پارک میگردم، شاید باورتون نشه بچه، یه سوره حمد، اینا حالا میخواییم بگیم موسیقی خیلی خرافیه یا نیست، یه سوره هم برای حضرت عزرائیل تقدیم میکنن، اصلا محاله که در سیل عظیمی از آدم ها برام جا پارک، به همسر میگه تو همواره خوششانسی، میگم این خوششانسی نیست، این ارتباط، این یه نوع ارتباط. مامان من هم به این قضیه ارتباط داری؟ نه امروز خواهد یه سوره نسلی واسه عزرائیل، حالا هرکی، اصلا تو بگو میکایی این که اصلا آره من جواب نگرفتم، من یه بار بهش اعتماد کردم، اینا چرا بهش اعتماد کردم؟ هر من سنگ تو عالم طبیعت انرژی داره، محال تو سنگی رو اگه شیشه نباشه، سنگی رو مثلا فیروزه که میگن شرف شمسی، محاله که تو سنگی رو سنگ جماده، یعنی دارای روح نیست. بعد کلام چجوری میتونه انرژی نداشته باشه؟ من سر کلاس شما مثلا با الفاظ بد مثلا وارد کور حرف بزنم، این صدا تو عالم باقیه میمونه، چون انرژی و روی گوشت و پوست و خون و استخوان اون اثرش میشینه. بعد ما چطور به انرژی ها قائل میشیم؟ به این شکل. حالا پس دو تا برهان. آها اون رو شما بیانت میکنه؟ ببخشید. من نشستم ببخشید. خانم. تقدیرات باشه خوش بودم. خیلی از همین کسی تو مونده. خانم هر زمان شما اراده فرمون که بسیار. استیاد من فقط خواستم گوشی رو ببرم. من درس شیشمو شروع کردم ولی تکرار رو دوران داشتم. یه خدا فاصله است خدایی که میشناسم. اصلا ببین. نه قشنگ گفتی. هر نه.
دکتر سروش استاد فلسفه بودن، ما کتاباشون دانشگاه پاس میکنیم، الان مرتد دانشگاه. یه دیدگاهی داره، عنوان کرد که اوایل انقلاب یه قانونی گذاشتن برای بوعات، برای آخوندهایی که میرن منبر، گفتن اصلا از آیات بشارت هیچ حرفی نزن، فقط آیات جهنم، مردم از ترس جهنم خیلی کارو این شد که ما نسبت به خدا ترس داریم، مثلا ابهام داریم و ترس داریم. چیزی که ناشناخته است ترسناکه، به همین سمتش نمیره. ابن سینا یه چیز دیگه هم میگه، میگه که عشق الهی در کنه. کنه یعنی چی؟ یعنی ته وجود یه چیزی، و ذات جهان هستی به ودیعت نهاده شده و به انسانها اختصاص نداره. کی میگه موجودات درجاتی از شعور ندارن؟ درسته انسان داره و به نطق اختیاره، ولی تو نگاه کن، همین جفتگیری موجودات از عشق، همین سگی که به تو محبت میبرزه از عشق، یعنی عشق در تک تک سلولهای جهان وجود داره و تو مشتاقی به اون. گاهی وقتا مسیر رو ما اشتباه میریم، میگه عشق، گفتم بچه در بحث تعریف در منطق، عشق با هوس، با غریزه، با میل، با دوست داشتن، با گرایش پذیرفته. عنوان میکنه که اگر هر چیزی باید علتی داشته باشد، خدا هم نیازمند علت است، و اگر نتونیم علتی برای خدا پیدا کنیم، نمیتونیم بگیم خالق جهان کیه. نمیشه، از دیدگاه ما نمیشه، از دیدگاه تجربه گراها و فلسفه اروپایی میشه. چون اونا میخوان اصلا رد بکنن. بنابراین همین پیام اصلی ابن سینا رو که ما در سیر وجودی واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به غیر و ممکنان وجود ها گفتیم، تو این درس بسیار مهمه. بچه تو جهان اسلام بهمن‌یار شاگرد ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی میرداماد و شیخ بهایی هم از برهان وجوب و امکان ابن سینا استفاده کردن. اما ملا صدرا تو همه چی تک بوده دیگه، نظریه جدیدی میاره به نام امکان فقری. امکان فقری چی میگه؟ میگه که یه فقر وجودی همه موجود در درون خودشون دارن، یعنی یه دقیقا مقابل نظریه امکان ماهوی ابن سیناه. امکان ماهوی ابن سینا رو براتون خواهم گفت. میگه که تمام موجودات تو عالم یه فقر و وابستگی و نیازمندی دارن در درون خودشون. این زمانی که میتونن این فقر رو برطرف کنن که وصل بشن به یک منبعی که غنای ذاتی داشته باشه، که هم خداوند واجب الوجود و علت و علت. بنابراین امکان فقری ملا صدرا این رو میگه، میگه که همه موجودات در درون خودشون نیازمند و وابسته و فقیرن، فقر ذاتی دارن، تنها زمانی میتونن این فقر رو برطرف کنن، به وجود برسن، به امکان، از حالت امکانی خارج بشن، که به چی متصل بشن؟ به یک موجودی که غنای ذاتی داره، یعنی خداوند. خب ابن سینا گفتیم وجود رو به چند دسته تقسیم کرد؟ واجب الوجود، ممکن الوجود. واجب الوجود رو گفت واجب الوجود بالغیر، واجب الوجود بالذات. اما ملا صدرا وجود رو به دو دسته تقسیم بندی میکنه، وجود بی نیاز و غیر وابسته که خداست، وجود نیازمند و وابسته. لب کلام اینه. خب بچه فیلسوفان مسلمان اصلا نقش خدا رو توی زندگی انسان مثل نقش آب میدونن تو حیات جسمانی موجودات. چجوری آب نباشه موجودات دیگه وجود ندارن؟ میگه که اصلا بحث معنا بخشی انسان، بحث روحانی انسان و بحث وجودی انسان فقط به بحث زمانی میتونه شکل بگیره که به چی متصل باشه؟ به چی؟ به خداوند. عنوان خداوند چیه؟ واجب الوجود و ذات، علت و علت، غنای ذاتی، موجودی که غنای ذاتی داره، نور و الامان. خب
معنادار و یه فیلسوف به نظرتون چه چیزایی میتونه باشه؟ یکی که جهان رو دارای غایت بدونه، هدفمند بدونه. جهان هدفمند خلق شده. همینجوری اصطلاح چی رو من بهتون زدم؟ گفتم که براتون زدم، گفتم که استاد ما چی میگفت؟ میگفت چی اومدین؟ بعضی همون 90% چی داریم از دنیا میریم؟ معذرت خواهم، استاد مسکی عزاده سر کلاس میگفتش که به قطعیت میگم 90% آدم ها به مثال بوسالهی هستن که گاو از این دنیا میرن. درسته؟ اگر که دقیقاً بحث وجود خداوند و غایت و نظم در عالم وجود نداشته باشه، اصلا هیچ معنایی برای زندگی انسان قابل تصور نیست. چند درصد از شبان روزتون در حال بد به سر میبرید؟ انسانی که غایتمند و هدفمند و دارای معنا نباشه طی روز حالش بد میشه ولو یک دقیقه. یعنی در اون یک دقیقه تو معنای زندگیت رو گم کردی، غایت و هدف زندگی. میدونی چیه؟ اصلا ما نوشتیم غایت و هدف زندگیمون رو، دستبندی کردیم، اصلا فکر کردیم به این که این زندگی داره از کجا اومدیم کجا داریم میریم. محدثه کلاس دوم با محدثه سال 12 انسانی چه فرق کرده؟ آیا این سیر رو در مورد چهارو فکر کردی؟ یا فقط به جسم پرداختی؟ تو رو مثال میزنم چون از حیث معیارهای زیباشناختی که انسان ها قرارداد کردن تو قابل توجه تری، جلب توجه بیشتری میکنی. خب یه موقعهایی که چون کمتره این ساختار شکلیه تو کمتره تو جامعه، برای همین جلب توجه. یه موقعی سایره برام میگه من خیلی اذیت میشم اگر نگاه میکنن به چشمان، به رنگ چشمان، اصلا زول میزنن من خیلی بدم میاد. این میزان جلب توجه رو دوست ندارم. نمیگم دختر من زیباست، دختر من معمولیه مثل تک تک شما، ولی میگه این شاخصه که تو رو متفاوت میکنه خیلی برای من اذیت کنند است. من مثلا دلم توی جمع خیلی عادی حرف بزنم، چشمم این برمر کنم، ولی یه جوری به من زور میزنن که انگار مثلا خب هیچ چیزی نیست. پس چرا حرفم با تو اینه؟ این اینو وادار به این میکنه، اصلا آدم ها وادار به این میکنن که جامعه ما وادار به این میشن که اصلا بپردازن به جسم. چند درصد نگین راجع به خواسته های روحی و غایتمندی روحش فکر کرده؟ این رو از کجا به کجا داره میره؟ فلاسفه میگن که انسان گرایش ذاتی و فطریش به خیره، به زیباییه، منتها نه زیبایی که آدم ها قرارداد کردن و زیبایی که در عالم هست. خب میگه گرایش ذاتیش به اینه، ولی انقدر آدم ها رو مشغول میکنن که تو از این گرایش فکری دست میکشی، برای همین دوچار بحران معنا میشی. فلاسفه این رو دارن میگن. بعد میگه که خب حالا اگر که تو معیارهای مقدسی برای خودت تو زندگی نداشته باشی، فراتر از زندگی مادی نرو، حالت بده. حالت بده از تو فکر کن یه معیار فرامادی نداشته باشی. همین سختی راه هست دیگه، چرا به خاطر این باشه؟ نه، حالت بد به خاطر بحران معناست. اتفاقا سختی راه وقت باشه لذت بخشه. هودی مد شده، پافر مد شده، چی مد شده، من باید به اینا فکر کنم. اما هیچ هدف غیر مادی تو زندگیم ندارم. آقا این نیلوفر حسین خانی که الان تو 41 سالگیه، تو 40 سالگی به چه چیزهایی رسیده؟ نه، تو 20 سالگی چه کسبی داشته و به چی میخواد برسه تو 50 سالگی؟ یعنی 9 سالگی هم 50 سالم میشه دیگه، خیلی رک بگم. این تمام دیگه وارده، نه تمام به اون معنی ها، به این معنی که دو سوم اون. من هر روزی که میگذره بچه خوشحالم که میاد تو سنم، یه تجربه جدید، روح داره پخته تر میشه، اتفاقای بهتری برای روح هم داره میافته.
ولی یه روزهایی که دچار کسالت میشم دقیقا بحث بحران چیه؟ معنا. بعد اصلا احساس مسئولیت در بر من دارم نکات کتاب رو میگم مصداقی دارم براتون میگم احساس مسئولیت در برابر یک وجود متعالی. ازدواج کردم تو عاشقانه ترین حالت ممکن من 20 سالم بود ازدواج کردم، الان با 3 تا بچه اون روند عاشقانه ادامه پیدا که پیدا کنه، خب این 3 تا بچه کجای زندگی منن؟ چه چیزی به جامعه بشری باید اضافه کنم؟ در برابر یک موجود غیر مادی که خداست چه مسئولیتی دارم به عنوان انسان؟ چه خلقی باید تو این عالم ایجاد کنم؟ چه چیزی اضافه کنم؟ خب اینا همه میشه اهداف غیر مادی. بعد شما فکر کنید مثلا من یه دوستم خیلی من مسئله میکنم، میگه اصلا کلا ترتیبی، یه سری صحبت ها رو آدم باید میکنه ترتیب، راست میگه، من به یه سری امور نمیپرسم. از مامانتون مثال بزنیم چه اهداف غیر مادی در مورد شما ها دارن؟ نه بیا انصافی نکنی، غیر مادی نه، واقعا غیر مادی نیست، ولی مادی آره تا جایی که بخوای هست. باش مادی کنار بذار، غیر مادی مثلا مامان تو از تو نمیخواد که اخلاق مدار روشی چه چیزا رو بیاد، مامان میگه نمازت کنار، یعنی خود وصلت کنه به یک موجود شاید مادرهای ما خب اون ادبیات ویژه یه سری از مادرهای دیگر نداشته باشن، نه که مادر شما، من خودم میگم یه ادبیات عامیانه ای که میدونی من خودم رو دارم میگم، مثلا من سایلو میگم که من خیلی دارم خواهد پزشکی قبول بشی چون حالتو خوب میکنه این رشته، ولی مامان حرف همینه باش، حالت خوب باشه، شاد باشی، یک مادر موفق باشی، بعد مامان اصلا نیاز مادی به کسی نداشته باشی، به دیگران هم بتونی کمک بکنی. ببین شاید خیلی عامیانه میگم ولی دارم در این عامیانه گفتنم خلق یک انسان به کمال رسیده رو رقم میزنم در ذهن خودم. مامان شما شاید به زبان عامیانه به شما بگه اما تو ذهن خودش دلش میخواد بچهش کجا باشه؟ چه مادی؟ آیا مامان تو میخواد که بیچاره بچه بی‌تربیت باشه؟ خدا وکیلی نه، پس اهداف غیر مادی داره دیگه. خب اما زمانی که اگر یه مادر به شناخت در مورد خودش و موجود متعالی نرسیده باشه نمیتونه به بچهش انتقال بده که قصه نخوری یا حالا چرا بده، مگه خدا رو کم داری تو زندگیت؟ میدونی چرا گاهی وقتا مامانای ما این حرف رو نمیزنن؟ چون تو نظام آموزشی و نظام تربیتی خانوادگیشون این اصل نیست، یاد نگرفتن. الان محدثه چه محدثه غیر از محدثه با این ساختار برای خودش متصوره؟ از لحاظ روحی دارم میگم، از لحاظ روحی خیلی شادتر و بهتر از شادی. میدونی نوعی سعادته، من یه مقاله در مورد اسپینوزا سعادت از دیدگاه اسپینوزا و مولا سر رو نوشتم، اصلا شادی میدونی سعادت میدونی چیه؟ لذت. هر لذتی میبری تو سعادت من منتها درجه داره. آفرین، انسان که شاده انسان متصل تری به خداست، اینو یادت نره. در حضور خدا در زندگی ما غم اصلا جایگاهی نداره. میدونی عرفا چی میگن؟ یعنی مرگ موتور تو رو برای زندگی، فکر به مرگ موتور تو رو برای زندگی روشن کنه. کی میره به زهرا حالش بد میشه، کی میره حالش بهتر میشه وقتی میاد؟ حالا بد میشه؟ عالی میشه. من حالا ندید خوبم. بعد داشتهات و زندگی در جریانت بکنی تمام اینا میگه اصلا میگه خدا عشقه. یه قطعه داره رضا صادقی عاشقتم، کی اونو بلده؟ محسن ابراهیم زادم داره یه قطعه در مورد عاشق شدن. اصلا از عشق چه قطعه یادتونه؟ صدای این آدم اصلا وصل میشن، این حالم اون خدا میدونی چرا؟ کسی که صداش
لحنش و ادبیاتش به جان شما بشینه، یعنی کسی که یک منمایه داره، یعنی تلاش کرده از زندگی اصلا. آره ببین، جانش پرورانده شده. محسن چاوشی جانش پرورانده شده. من ازش بوت نمیسازم، من دارم بین خیلی کثیری از خواننده ها میگم دیگه. کی؟ شجریان همایونش. آره دیگه کی؟ من خودم مالازم رضا برنا. واقعا به آدم هایی که رنج کشیدن چی؟ رضا برنا دیوانه. ولی مثال میزنم، من موسیقی تو وقتی به سطح میرسونه و در سطح نگه میداره، این موسیقی مبتذل. مبتذل نه به معنی معانی مثلا جنسی، مبتذل به معنی که تو رو در سطح نگه میداره. موسیقی که به تو عمق میده موسیقی اصیله. حالا میخواد تتلو باشه، شاهین نجفی باشه، یا همایون شجریان. یعنی دیست که نه، بیشتر بردی های جامعه رو میخونه. سال خودش پرشده بود، سال 85 بود. آره. سال 85 بود. من دقیقا توی دکتر تورانی اولی سال تدریس هم رو داشتم و توی مدرسه دیگه یه کار تحقیقاتی روی دخترای دبیرستانی این منطقه انجام دادن. خودکشی کرده بودن یه تعدادی. بعد کار تحقیقاتی روانشناختی انجام دادن. منطقه ده بود و منطقه نمیدونم چهار بود سه بود دقیقا یادم. متوجه امر روانشناختی شدن که اون موقع آهنگ بنیامین حالم بده حالم بده رو خیلی رو بورس بود. متوجه شدن که شنیدن موسیقی، چون میدونیم که صدا روی ذهن تأثیر مستقیم داره، اینا رو برده تو دام افسردگی. 90 درصدشون کسانی بودن که به این نوع و به این تیپ موسیقی ها گوش میدادن. الان حرف من با شما چیه؟ ابن سینا یه توصیفی از اصلا راجب نفس، راجب عشق، یه توصیفی از عشق در رابطه با خدا با جهان ارائه میده. توی رساله در مورد عشق اینطور می‌نویسه، میگه که ممکنات به واسطه یه حقیقت وجودشان همواره مشتاق کمالات و خیرات هستن. تو اصلا دلت نمیخواد الان بمونی تو پای دوازده هم تا عمر داری، دلت میخواد وارد دانشگاه بشی، فوق لیسانس بگیری، دکترا بگیری. ممکنات به واسطه یه حقیقت وجودیشون مشتاق کمالات و خیرات هستن. از بدی گریزانن. خدا وکیلی شما رفیقی که شما رو ببره تو حال خوب، با هم کوه برین، با هم شادی ایجاد بکنین و بیشتر دوست دارین، یه کسی که کسی که همش همش نارو بزنه، کسی که همش حالت ناامیدی داره، حالت یأس داره، از چیزای بد حرف میزنه. من معلومه کسی که شادتر کنه. خب پس ما اشتیاق به خیرات و کمال، یعنی چی؟ کمال یعنی نقطه‌ای که تو به اوج میرسی، مثل یه بذری که میکاری باید برسه به نهال شدن دیگه. ما الان دقیقا در مرحله نهال شدن. میگه که همین اشتیاق ذاتی، همین اشتیاق ذاتی که بقای ممکنات هست و مخلوقات وابسته اونا عشقه. تو در وصال عاشق، تو در وصال عاشق دائم داری خودتو رشد میدی، میخوای زیباتر بشی، مورد توجه باشی، اصلا در اوج باشی، توی جمع گیری به بقیه نگاه نکنه، کامل باشی، اصلا نگاه به هیچ کس نکنه. قبول داری یا نه؟ من خدا وکیلی هنوزم که هنوز تو بحث ارتباط با همسرم وارد یه مهمانی میشم، علارغم قیافه ممنون دلم میخواد به هیچ کس نگاه کنه. انسان اشتیاق به کامل شدن داره. وقتی بحث عشق وسط باشه میخواد کامل ترین باشه. این اشتیاق ذاتی رو ابن سینا میگه عشقه. عشقه. ببین اصلا حسادت میخواد حافظ به معنی حافظ کل قرآن بگه کلیه. درسته. حالا خیلی قشنگ گفته، گفته تو بررسی کلمات مرکب که مضاف و مضاف الیه، اول به اول کلمه دقت میکنیم، کلی جزئی بودنشو معلوم میکنیم. مثلا کتاب علی
کلیه، اما این کتاب علی جزئیه. درسته؟ مثلا شاید بعضی بگن خانم کتاب علی داره اشاره میکنه به کتاب علی. کتاب علی. خب کدوم علی؟ کدوم علی؟ آفرین. ولی وقتی میگه این کتاب علی یعنی مفهوم جزئی. یه نکته دیگه. دقیقاً دستبندی کلی و جزئی رو گفته. گفته اسامی اشاره مفاهیمی که بعد از اون میاد رو جزئی میکنه. مثل این و آن. خب درخت سر میدونی تو لفظ کلیه که مثلا درخت سر چند پال اون خونه کوتاه مثلا کوتاه بلند سر نه حالا هر رنگی اینجا فهم میکنم و مثلا ما دختره دیگه وقتی میگیم مثلا دختر کلیه ما هزار تا دختر میاد تو مغزم حالا این کتاب میشه جزئی داره اینو آن داره اشاره خانم اینو آن مشخص میکنه کاراکترهای خاص مشخصن اعظمی خاصن اسپارتاکوس چیه؟ جزئی هر چه قید بر سر مفهوم کلی اضافه بشه اونو باز جزئی نمی کنه یعنی مگر که اینو آن بیاد دبیر فلسفه یه دبیرستان دکتر ترابی در پایه دوازدهم انسانی چیه؟ جزئی کلی چرا؟ این همه داره نشونه میگه اگه بگه این دبیره آخو تا این سشار شده یه دست دارم یه دست دارم یه دست دارم یه دست دارم یه نکته داره اینجا این نه سه تا کلاسه آره معلم داره میگه دوازده همه انسانی باشه دوازده همه انسانی سه تا دوازده همه انسانی اینجا داره کجا میدونی؟ اصلا نه اه. ما یه دوازده همه انسانی اینجا داریم اسمش یادم رفت نرگس اصلا فکر کردن عمیق شدن سخته با کسی میتونه تست کنکور رو خوب بزنه که عمیق بشه به من گوش کن خیلی واضح به تو کلیات داره چه مثالی رو گفتی الان داشتی میزنی من داشتم در مورد این میگفتم که گفتم که این اگه از بیاد جزئی میکنه خب بریم سراغ یکی دیگه میگه اگه قیدم بر سر مفهوم کلی بیاد کلمه رو جزئی نمی کنه مگر که اینو آن داشته باشه بعد همین مثال دیگه همین موارد دیگه امروز بچه چطور؟ میشه این خواهد دیگه فقط همین میشه خورشید میگه که اسامی سلیم گوش کنین از علما حکما عرفا اسامی سیارات منظومه شمسی مانند مریخ اسامی خاص اما طبق قرارداد خورشید و ماه رو اسم خاص نمیدونه و مفهوم کلی هست این قرارداد رو کی تعیین کرده؟ اسم بچه برادرت بزن خورشید بزن ما چی میشه؟ منظور از خورشید ستاره نورانی دارای سیاره است و منظور از ماه سیاره است که به دور سیاره دیگر میده ماه قبوله چون ماه واسه سیاره های دیگه ممکنه اصلا یه کدوم افراد میشه از چون بچه موبایل من کلی یا جزئی تو خدا میگه نه تو خود اساتید موبایل من کلی یا جزئی موبایل من جزئیه کلیه موبایل کلیه کلیه چرا؟ جزئی تو اولی خب مثلا من چیه؟ موبایل من نمیگم موبایل نیلوفر حسین خانی این موبایل نیلوفر من مشغوله نمیگم من مشغوله اصلا کلا اسمایی که اسم اشخاص
خاصی با این و آن نداره کلی هست. تموم شد. خیلی راحت میتونیم مورد مثلا یه سوال ببخشید. حالا مثلا میگیم پسر لفظ مثلا میگیم پسر یعنی کلی میشه میگه که در پسر میگه اگه ظاهر لفظ مورد نظر باشه نه معنا کلمه جزئیه. اما اگه در عبارت پسر سه حرف دارد کلمه پسر جزئیه وقتی میگه پسر سه حرف دارد چون منظور لفظ پسره نه معنا میگه وقتی معنای کلمه جزئیه اما ظاهر لفظ میشه چی؟ کلی در مورد پسر توضیح بده تو زبان انگار آشنا تره حالا پسر مثلا ریحانه رو میگم اگه ریحانه توی تست بیاره ریحانه خالی بیاره کلیه ولی ریحانه اگه بیاره از لحاظ لفظ که مثلا 6 حرف داره میشه جزئی تو پارسال دانش آموز دکتر ترابی بودی؟ دانش آموز خانم کرمی بودی؟ بله دست خانم کرمی در که نگاهی دارن اصلا انگار یک روحن در دو بدن اون خصوصه مطلق بعض زندگی های پدر مادرامون از یکی زیر مجموع مامان همچین که باشه تو راست میگه اون خصوصه منبعت از یه جهت هستن یه جهت نیستن حالا بنویس کد نویسی برای تست کنکور دو شیوه داریم برای هیچ وقت فکر نکنم معلم منطقتون گفته باشه ساخت غذایی
باشه یک ساخت غذایا، دو ترسیم دوایر. ساخت غذایا و ترسیم اینا جدا یا همین کنار هم نوشتم من تو جزء نه کنارش بنویسم ترسیم دوایر دایره ها. یعنی تو زمانی میتونی تست بنویسی که یکی ساخت غذایا داشته باشه یکی ترسیم داره. خب توی تباین این دوتا ازدواج کردن، طلاق گرفتن، سفید و سیاه، انسان و بز. هیچ انسان بز نیست، بزی انسان نیست، دو تا داره، دو تا سالبه کلیه داره، هیچ و نیست داره. هیچ هیچ مردی زن نیست، هیچ زنی مرد نیست، هیچ دوشنبه سه شنبه نیست، سه شنبه دوشنبه نیست، هیچ هیچ گاوی خر نیست، هیچ خری گاو نیست. خب تساوی مصادیقش عین همه، بر هم منطبق. مثل چی و چی؟ مردم دیگه اینقدر انسان و حیوان ناطق رو شنیدم. مثلث و سزلی، گربه و میو میو کننده، اردک و کوه کوه کننده، خر و عرعر کننده، اسب و شیهه اسب و شیهه کشنده، مربع و چارزلی کدام می کنند؟ مربع نمیشه، مربع چارزلی نمیشه، نه لوزی مستطیل همه اینا. هم لباس و پوشیدنی میشه؟ لباس و پوشیدنی. آره پوشیدنی دیگه. ببین هر لباسی پوشیدنی است. بعضی پوشیدنی ها لباس هستن، بعضی پوشیدنی ها لباس نیستن. روساری، جورابه. لباس تو لباس ببین بعد لباس رنگی مثلا مصادیق جزئی شو بگی. تساوی هم مثال بزن. مثلث و سزلی نه چه سبزه خواهد همه جا چسبیدن تو هم من نمیدونم چه کنم بگه پوش خب نرگس فامیلی چی بود؟ ساله بود آخه تو مجازه خیلی بی سر صدایی گلن ساله بچه ساله بقیه بچه ها رو نهیدیم خودشو Like
نیست. ببین نه ایرانی نیست. واقعاً چه دارم بهت میگم؟ با درجات بالایی از ایمان دارم بهت میگم که به اندازه 8 میلیارد آدم رو کره زمین، 8 میلیارد آدم متفاوت هست. ما دنبال نقطه اشتراک و شبیه سازی هستیم. دایم نمیشم. من الان شخصیتی مثلا با مهندسه یه سری اشتراکات دارم که دیگه با فلانی هم که مرداده یه سری اشتراکات دارم، با فلانی هم که آبانه یه سری اشتراکات. چه ربطی داره؟ نه با آدم ها دلشون میخواد شبیه سازی کنن. مشکل ما اینجاست. خب بریم سراغ بساز اون خصوص مطلق و زود باش بریم سراغ فلسفه 11. بچه یه دیگه شاعرتون یادم نمیاد. شاعر چی بود؟ غزل نویسنده شاعر و غزل و شعر. شاعر نه نیست با شاعر. شاعر هم خیلی دیگه. آره شاعر و ترانه‌سرا رو خیلی دیگه. آره من نمیشم شاعر و ترانه‌سرا بیشتر پساسیه یا آفریقایی چی میشه؟ تصاوی میشه ترانه‌سرا؟ آخه ترانه‌سرا ولی همه شاعرها که ترانه‌سرا نیستن. ببین میشه اون خصوص شاعر کلی تره این ترانه‌سرا میشه هر ترانه‌سرایی شاعر است. بعضی شاعرها ترانه‌سرا هستن، بعضی شاعرها ترانه‌سرا نیستن. باز شک دارم. اول هره بعد بعضیه بعد دوباره بعضیه. بله بله. yes. yeah. ببین اینجوری نگو. یه بار خواست رو به آم موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. اون خصوصه مومن وجه بگو از این مومن وجه میز و چوبی. هر میزی چوبی هست. چی میشه قهرمان ورزشگاه؟ بعضی قهرمان ها ورزشکار هستند، بعضی قهرمان ها ورزشکار نیستند. چی هم پس؟ قهرمان نیستند؟ مثلا قهرمان ملی هستند. من قهرمان هیچ دیگه مثلا قهرمان افتا فاهمین همه قهرمان ها ورزشکار نیستند. قهرمان ها چیز هیچ ورزشکار هستند. قهرمان ها ورزشکار به نظرم مطلبه. همین رو میخوام بگم مصاریم نمیشه. هر ورزشکاری قهرمان است، بعضی قهرمان ها ورزشکار هستند، بعضی قهرمان ها ورزشکار هستند. مسلمان آسیایی هم میشه. چی؟ مسلمان آسیایی. بعضی مسلمان آسیایی هستند، بعضی مسلمان آسیایی هستند. هر مسلمان نه، منبش. بعضی مسلمان ها آسیایی هستند، بعضی مسلمان ها آسیایی نیستند، بعضی آسیایی ها مسلمان هستند، بعضی آسیایی ها مسلمان هستند. عالی، بنویس مسلمان. اجازه بدید مثلا قهرمان ورزش کار گفتم من رو سوال دهنم خورد. منبعش چون قشنگی یادمه گفتم ممکنه بعضی از قهرمانا ورزش کار خود نباشن. بعضی از ورزشکار هم بعضی نیست. بعد هر ورزشکاری هم قهرمان نیست که. آره خب تو منبعش میشه. آفرین تو راست میگی. تو خصوص مطلق نمیشه. فقط واسه معلم فلسفه رو گفته بود. بله خب معلم خوبی بوده شما. ببینید خدا خیرش بده. بعضی از قهرمان ها ورزشکار هم، بعضی از قهرمان ها ورزشکار نیستن. مثلا چرا سیم که شرط فرد بعضی از ورزشکار ها قهرمان ها بعضی ورزشکار ها مثلا من ورزشکار ها بیادم. نه اصلا باشه این وجهشو داشته باش که بعضی ورزشکارا قهرمان نیستن. اصلا بعضی قهرمانا ورزشکار نیستن. بعضی رو بده بعضی از ورزشکارا قهرمان نیستن. اما چی میگی؟ اصلا من ورزشکارا نیستم. اینا رو درست نیست. 8 درس است دیگه. سری همون شد دیگه. نه معلمه برو سراغ فلسفه 11 هم درس هم تموم. بچه چند دوم از اون داری؟ جمعه 21 من چهارش هم باشه که دست سر نه 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 بعد از همه خواجه و من مثلا چهار شبه هست نه شوی تلفیم آن ممکن نشده به سراغ فلسفه 11 درس موضوع درس سه فلسفه 11 ساعت چنده؟
به یه سری اسباب و علل اعتقاد دارن. یعنی چی؟ یعنی حضور خدا رو تو زندگی باور دارن، بیاد باور ندارن. پس داریم الان نتیجه این چند جمله حرف من چی بود؟ این بود که باورهای آدم ها با هم متفاوته. باورها از کجا میاد؟ باورها از کجا میاد؟ منشأ باورها کجاست؟ چطور تو قلب ما رو سوخت پیدا کردن؟ یکی بعد از 13 میگه نقص. چه باوری تو خانواده شما هست که مورد مسخره خانواده های دیگه است یا مثلا قبول نمی کنن؟ بگین نفر یه باور رو. آزاد بودن مثلا. مثلا شب بود اومدم خونه. آها خب دیگه. شما چی؟ یه سری قوانینی که حالا باور، باور قلبی. باور قلبی. بابا میگه که مثلا دختر باید چیز باشه نقش بره خودش آرشت کنه کلا مخالفه باشه صداش بلند نباشه یعنی چیزی بگم صدای دختر باور باشه تا چند سال میشه که کلا هیچی گفت نه دوشنبه شده آره اون به زور دیگه اون چون میگه با خانم مشکل داشته با تو هم معلوم مشکل دارم من هر جنبه میگم مگه میشه دختر پس یه سری باورها توی یه سری خانواده هست که به عقیده سایر خانواده ها اصلا قابل پذیرش نیست. مثلا یه باوری خانواده همسر من دارن که اصلا عروس از غریبه نگیره. تنها عروس غریبه خانواده شون من. که هنوز بعد از 21 سال همچنان غریبه. و این باور رو دارن که اگر پسر با غیر از فامیل ازدواج بکنه دست در میره. و همسر من دستشون در مفته من آفرین بشم بنابراین نه به این معنی که من قطع ارتباط کنم نه جمعه اتفاقا مراسم نامزدی دختر برادرشون اتفاقا من خیلی به مناسبات و روابط احترام میذارم اما باور قلبیشون اینه که یه غریبه وارد مجموعهشون میشه ترکن یعنی از دست در میره بچهشون باور قلبیشونه دیگه اتفاقا اصلا باور قلبیشونه این در مورد اونا یا خیلی از باورهایی که از کجا میاد من خواهم منشه باورم هرکی از زندگی خودش هرکی یه فکری داره عادت دو شیبه داره عادت فکری داره یا از عادت آدم آفرین یا از عادت آدم ها میاد یا از استدلال و عقلشون میاد تو باید نگاه کنی ببینیم باور اون آدم از عاداتش میاد، از رسم و رسوم و سنت‌هاش میاد یا از عقلشون میاد. ارثی بوده. پس دو تا منشأ باور داریم. نه لزوما ارث نه.
ارث از عادت میاد، ارث رفتاری از عادت میاد. مثلا گربه سبزی رو شمالی ها با بادمجون میخورن، با لوبیا چیتی هم میخورن، با مرغ هم میخورن. آره گربه سبزی با بادمجون مثال غذای شمالی. آره اهانت به قرمه سبزی با مرغ خورده میشه. اصلا با خیلی خوشمزه میشه. اصلا با بادمجون چقدر از غذا میشه. اصلا اینا خیلی خوشمزه. شمالیا گوش کن به من. بچا جسی دارم مثال میزنم. میخوام به ذهنتون برسم. شمالیا خیلی مثال بشی بکن. فسنجونه. شمالیا من کوسرنبی چند سال درس دادم تو منطقه ده کل کادر مدیر همه غیر من دیلانی بودم. من یه کرد بودم بیامونم. ببین از باغچه تروب میچیدن، بعد فسنجونو ترش میخوردن، هر هفتم یه غذا شما دید. اوی خدا بعد خدا خیلی خوش برداشت من. ببین تماس اجزای وجودم جمع میشد فسنجونو فکر کردم چیجوری باید ترش خورد، ولی خوردم با همراهی که بکنم. یا اوایل ازدواج ما میرفتیم حلیم فروشی، همسر من حلیم با نمک رو من مثلا اگه میشه من داریم، ولی باورشه، باور ذهنیشه مثلا بگم اگه میشه من شکر بخوریم. ما شیرین میکنیم، بعد باور ببینید اینقدر باورهاش عمیق بود که ببین نمیپذیرفت که مثلا خدا شاید شق دیگه ای، شاید شکل دیگری از زندگی هم بیشن. یعنی من مثلا فیزنشون رو صفت دیدم اینا مثلا میگن شد من میگم بود چشونی بعدتون میدیم. حالا ذهنی، حالا ذهنی، حالا ذهنی، من میخوام ذهنی مثال بزنم. مثال روحی و ذهنی اگر بخوایم طبق آداب و رسوم شما از جهت ذهنی یه نفر بیاد یه حرفی رو بزنه که اصلا برای شما قابل پذیرش نباشه، در صورت که توی خیلی از جوامع دارن با اون عیناً زندگی میکنن، درسته؟ این از این. پس گفتیم شیوه پذیرش باورها از دو طریقه، عادت، استدلال، کدام ماندگاره؟ کسایی که اهل تفکر فلسفیان به فطرت ثانی رسیدن از اشتغالات روزانه عبور کردن، ریشه باورها و دلایل و چرایی امور رو دنبالش میگردن. یعنی همچون حلم هرتی یه چیز رو قبول نمی‌کنه. بنابراین در حوزه باورها چند تا باور وجود داره. یکی اینکه تأمل تو باورهای مربوط به زندگی، یعنی من فکر کنم که ببینم این باورها بنیادی هستن یا غیر بنیادی هستن. خب یکی دیگه اینکه چرایی رو یاد بگیرم. اگه چرایی رو یاد بگیرم آدم بسته‌ای و چارچوب‌های بسته‌ام نمیشم. یکی اینکه باورهای درست رو بپذیرم هرچند به عادتهای من در تناقض باشه. ساعت چنده؟ دو رو خسته نباشه. تا دو بیسته ها من رفت داریم قربون شما برم به خود دو بیسته ها من رفت فقط همینه. فلسفه یک ادامه این درس ما که این